این قطعه یه نوع کولر هست. یعنی چه؟ این دوتا سیما میبینید که مشکی و قرمزه، اگر اینا به ولتاژ 12 ولت دی سی وصل کنید، این طرف سنسور شروع میکنه سرد شدن تا به دمای نزدیک 0 درجه هم میرسه. بریم تو ادامه ببینید که چجوری میتونید از این سنسور استفاده کنید. سلام به یسکیتیای عزیز. میخوام به مسئله این ترمو الکتریک که دو طرف اون، یک طرف داغ میکنه و یک طرف که اینجا نوشته داره سرد میکنه، یه آب سرد کنه خیلی کوچیکا درست کنی. حالا خیلی دوستا اومدن باهاش کولر رو اینا هم درست کردن. این ترمو الکتریک به شماره TEC1 خط فاصله 12706 که با ولتاژ 12 ولت و جریان 6 آمپر کار میکنه. اینم مثبت و منفیه. اگه که شما مثبت و منفی ها وصل کنید، این طرف که نوشته داره شروع میکنه به سرد شدن و این طرف که هیچی نداره شروع میکنه به گرم شدن. شما باید گرمای اینجا رو دفع بکنید تا اینجا این قسمت سرماش به خوبی کار کنه. حالا من برای این که بتونم این گرما رو دفع بکنم، اومدم یه دونه مادربرد قدیمی رو پیدا کردم که میخوام این قسمت هیت سینگ سی پی یو اونو وردارم، بتونم به وسیله این هیت سینک گرمای اون ترمو الکتریکا دفعش بکنم. خب این مادربرد که بعدم باز میکنم. حالا این قسمتی که شروع میکنه به سرد کردم، برای اینکه بتونم سرمایه اونو تو محیط پخش بکنم، اومدم از یه هیت سینک دیگه که کوچیک هست استفاده کردم و در نهایت همه اینا را ما میتونیم داخل یه باکس خیلی خوشگل قرار بدیم. بریم شروع کنیم اونا را راه اندازی کردن. خب بچه ها، این هیت سینگ و فن که برای سی پیو بود و من جدا کردم. اینم کابلی هست که برای فن. حالا من میام اینا رو میچرخونم. این قسمت جایی هست که شما باید این ترمو الکتریکا قرار بدید. این ترمو الکتریکا که میخواین قرار بدین که نوشته باید این طرف بالا باشه که داره سرد میکنه و این طرف که داغ میکنه باید هیت سینگ بزرگ داشته باشید. وقتی که اینا رو این قرار بدین، چون یه فاصله خیلی کمی حالا بین این هیت سینک و این قرار میگیره، این تلفات گرمایش به راحتی نمیتونه دفع کنه. برای همین شما باید از خمیر سیلیکون استفاده بکنید. ما یکی خمیر سیلیکون داریم که چسب سیلیکون. خمیر سیلیکون سفت نمیشه، ولی چسب سیلیکون بعد از یه مدت میچسبه. شما این مدل رو بگین K5211، این کد که بگین خمیر سیلیکون رو بهتون میدن. خب من اینا، این خمیر سیلیکون، اینم که این تیوب سرش هست، اینا میذاریم اینجا و سر اینا کوچیک میچینیم. حالا هیت سینگا که میاریم اینجا، حالا من اینا خیلی تمیز در نیاوردن، شما تمیز در بیاریم. اینا کاری که انجام میدیم، اینا میذاریم روی این و آروم فشارش میزم. ها کثیف کردم. ببینید این الان خمیر سیلیکونه بین این ترمو الکتریک و این قرار گرفت. من یه بار دیگه وردارم، به سختی هم ورداشته شد. این گوشه هاش نزده بودم، بیشتر بزنم. اینه که ما اینجا زدیم. مرحله بعدی اینه که من میخوام این فن کوچیکم بذارم اینجا که بتونه این سرما را به طرف بالا بده. کاری که میخوام انجام بدم، باید این دوتا رو محکم به هم دیگه وصل کنم که این ترمو الکتریکه حرکت نکنه. این شیاره که اینجا هست، میخوام با این شیاره توی راسته باشه و بعدش با یه سیم این دوتا رو به هم دیگه وصل کنم. یه دونه خودش چسب داشت، اینا روی این میچسبونم. بچه من خیلی خمیر سیلیکون زدم، ما میبینی از بغل رو در زده. آره دیگه، ناشیگریه تو بلد نیست. حالا میرین سراغ این که سیمای فن رو اینجا تست بزنیم. یه 12 ولت دارم که میخوام این 12 ولت رو بدم به فنا و اونا رو روشن کنم. حالا کاری که میخوام انجام بدم، فعلا تا باکس بسازم، این دوتا رو طوری ببندم که لیز نخوره، حرکت نکنه. میام اینجا یه دونه سیم رد میکنه از این هیت سینگ و دوباره از این هیت سینگ برمیگردنم. حالا کاری که انجام میدم، این یکی دیگه سیمم میبندم. اینجوری این سیما رو توی این هیت سینک رد کردم که این دوتا محکم همو بگیره، فعلا این دوتا حرکت نکنه. میخوام که اول اون فن بالایی رو تست بزنم، این مثبت و اینم منفی. خب فنه بالایی که داره شروع میکنه به حرکت.
حالا فن اون سی پی یو رو که 3 تا سیم داره این مشکیه رو منفی وصل میکنم و الان مثبت دادم به سیم زرده. بابت این سیم فن که میبینی 3 تا سیم داره، من یه ویدیو دیگه درست کردم که انتهای همین ویدیو لینک اون براتون میاد که بهتون نشون دادم که این سیم سبز سیم سوم چه کار انجام میده. خیلی جالبه، توصیه میکنم که حتما اونا ببینید. این سیما خیلی بلنده، میچینمش. من یه خورده دارم عجله میکنم چون الان دیدم که باتری دوربینم کمه، دیگه حوصله ندارم شارژش کنم، میخوام که یک باره اینا رو برسونم. خب این منفی، اینم زرده که مثبت بود، این منفی فنا به این منفی ترمو الکتریکه بس. بچه ها حتما تو استا باشه که مثبت منفیه درست وصل بشه. این سیم زرد فنا میام به مثبت ترمو الکتریک وصل میکنم تا اینجا که اوکی، مثبتش رو میدم به سیم نارنجیه و وصل میکنم اینجا. اینم سیم منفی فن بالا، اینم به منفی. الان این آماده است که من بیام اینجا به منفی و مثبت 12 ولت بدم که هم ترمو الکتریک 12 ولت رو بگیره، هم این فن بالا هم فن پایین. حالا کاری که میخوام انجام بدم به وسیله این ملتیمه دمای اونا براتون نشون بدم. اینو بذارم این طرف. این قسمتی هست که دما رو اندازه میگیره، علامت توی دست بگیره، میبینی 32 33 میزنه. الان تغذیه من قطعه، من هیسینگ پایینا که میگیرم 32 درجه است، 12 ولت بهش وصل میکنم، 12 ولت دی سی. این مثبت، بسم الله. جریانی که الان داره از این مدار رد میشه 2.5 آمپر. شما ولتاژی که به این ترمو الکتریک میتونید بدین نهایتاً 14 ولت و ماکسیمم 16. هیچ موقع 16 ندین که میسوزه. خب حالا ما صبر میکنیم تا این قسمت شروع کنه به سرد شدن. من همزمان تایمرم شروع کردم به فعال کردن. الان حدوداً 1 دقیقه گذشته و دما رو میبینید که از 31 درجه رسیده به 23 درجه. میذارم همجوری شروع کنه به کار کردن تا گرم بشه. حالا که دمای بالا 23 درجه است، اگه من دمای پایین رو بگیرم 39 درجه الان من یک روز بعد از اون دارم ویدیو رو میگیرم. ببینید این فن رو من باز کردم از روی این هیت سینک چون دیدم که دما از 23 درجه پایین تر نمی اومد، ولی الان رسیده به 5 درجه. مشکل کار من این بود که این هیت سینک با اون پایینیه که ترمو الکتریک بین اون قرار گرفته بود کاملا تحت فشار نبود که بتونه دما رو از اون قسمت به پایین بده که دفع بشه و از اینجا به هیتسینگ بالایی. اومدم اون سیما رو باز کردم، یه تسمه آهنی گذاشتم و دوتا پیچ بستم به اون و اینا محکم کردم که این هیتسینگ به پایینیه کاملا کوب شده. و یه تغییر دیگه هم دادم. من به تغذیه که من خودم داشتم 3 آمپر بود، اومده از این تغذیه زنبوری استفاده کردم که 220 به 12 تبدیل میکنه. من اینو بچرخونم. اینجا که 220 ولت دادم، اینجا خروجی های دی سی من هست، یه ولومم اینجا داره. من اینو چرخوندم روی 15 ولت تنظیم کردم که ولتاژ ترمو الکتریک من به 15 ولت برسه و برای اینکه اون فن پایین من به مشکل بر نخوره، اومدم بین مسیر اون یه دونه اینجا دیود گذاشتم که ولتاژا کمتر کنه و الان حدود یک ساعت است که روشنه. میبینی که روی این هیت سینگا حالت شبنم زده و دمای اون به 5 درجه رسیده. فعلا دمای اون کمتر نشده. من میخوام یه کار دیگه انجام بدم. میخوام یه دونه هیت سینگ بزرگتر بگیرم و دوباره این ترمو الکتریک و اینا را داخل اون هیت سینگ قرار بدم. دمای این پایینه را ببینم الان چند درجه شده. دمای هیت سینگ پایین من 43 درجه هست. بیا با یه دونه ظرف آب بردارم و این هیت سینگ پایینه را داخل اون ظرف قرار بدم و فن را بذارم کنار. ببینم که عملکرد بهتری داره یا نه. الان تا 5 درجه اومد و پایین تر، من این کار را دوباره انجام میدم ببینم دمای اون پایین تر از 5 درجه میرسه یا نه. خب من یه دونه ظرف پیدا کردم، من اینا رو جدا کنم که فنه از مدار بره بیرون. این فن رو میذارم کنار. یه دونه چسب برقم گذاشته بودم که فنه بیاد بالا تا که کامل بتونه هوا بگیره از زیر خودش.
آب بریزم. این ترموکوپله رو من توی قسمت بالای اون ترمو الکتریک قرار میدم، نمیذارم این طرف. حالا ولتاژ رو وصل میکنم. الان دمای قسمت بالایی چون چند دقیقه از برق جدا کرده بودن کاملا گرم شده و الان میبینی که با سرعت خیلی زیاد داره کم میشه. خب الان چند دقیقه که گذشته دما رسیده به 6 درجه. ببینید که الان اگر که از این دما رفت پایین‌تر می‌فهمید که آب خیلی داره کمک می‌کنه. به 3 درجه رسید. من اینا رو یکم بچرخونم. الان نزدیک به حدود 5-6 دقیقه است که الان ترمو الکتریک روشن شده و دما رسیده به 2 درجه سانتیگراد. دما الان داره کم میشه، خیلی آروم آروم. یک لحظه از 2 میشه 1 درجه سانتیگراد، دوباره میشه 2 درجه. ببینیم که به 0 درجه میرسه یا نه. الان که قسمت بالا 2 درجه هست، من این ترموکوپله رو میذارم روی خود این هیت سینک. خود هیت سینک حدود 30 درجه الان دما داره. داخل آب حدود 40 درجه هست. کاری که من اینجا انجام دادم، اومدم یه دونه از این مولتی متر رو داشتم که هم ولتاژ و جریان دی سی رو اندازه میگیره، که قبلا یه ویدیو براش آماده کردم که اگر دوستانی هستن که اینو ندیدن میتونن از این لینکی که الان بالای صفحه میاد کلیک کنن، یا انتهای همین ویدیو نشون میده که میتونه انتخاب کنه. ولتاژی که الان 15 ولت و جریانی که از اون داره میکشه 3.26 پر هست. توی دیتاشی نمیشه که میشه تا 16 ولت به این سنسور داد، ولی حقیقتا من این ریسکو نمی کنم که این سنسور بسوزه. این قسمت از 2 درجه پایین تر نیومده، یعنی 0 درجه نشده. حالا من میخوام یه کار دیگه انجام بدم. یکیش اینه که اومدن یه هیت سینگ خیلی بزرگ استفاده کنم، ولی این ویدیو داره خیلی طولانی میشه. یه ویدیو دیگه درست میکنم این هیت سینگ رو استفاده میکنم که خیلی بزرگ باشه و گرمای اون بتونه توسط این هیت سینگ گرم بشه. یه نکته دیگه هم که هست، الان این هیت سینگی که داره سرد میشه داخل محیط من قرار گرفته که دمای اون حدود 31 درجه هست و عملا داره گرما به اون میرسه و میخوام که از این کاوچو استفاده کنم اگر که داخل تصویر بتونم نشون بدم، که اومدم زیر اونو شیار دادم که این کاوچو کاملا روی این قرار بگیره که دمای هوایی که داره سرد میکنه داخل کاوچو باشه. این ویدیو حقیقتا خیلی طولانی شد، دیگه داخل این ویدیو این کارو انجام نمیدم. میرم قسمت دومو یک روز دیگه بگیرم و آپلودش کنم. فعلا همین ویدیو داخل کانال قرار میدم. اگه که دوست دارید ویدیو جدید ما باخبر بشین، کانال ها سابسکرایب کنید و اون زنگوله هم بزنید و ویدیو بعدی که من داخل کانال قرار دادم به شما اطلاع بده. موفق و پیروز باشین. منتظر کامنت های خوشگلتون هستم. یا علی.